دیتابیس چی است و چطور می توانیم از دیتابیس در GIS استفاده نماییم؟ سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. اگر بار اولتان است که ویدیوهای مرا می بینید، چینل یوتیوب مرا سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی را هم ببینید و ویدیویی که در حال حاضر مشاهده می کنید یک لایک هم بزنید. دوست عزیز، می خواهیم امروز بالای دیتابیس صحبت بکنیم که دیتابیس در GIS چی است و چطور می توانیم استفاده بکنیم. برای این کار میگیم دیتابیس عبارت از یک بانک اطلاعاتی می باشد که می توانیم یک نوع اطلاعات خاص جغرافیایی را ذخیره کنیم، یا میگیم دیتابیس عبارت از مجموعه فیوچر دیتا ست ها می باشد. برای ایجاد دیتابیس دوست عزیز در GIS میایم از این قسمت بالای آرک کتالوگ کلیک میکنیم و آرک کتالوگ ما به این ترتیب باز میشه. میایم بالای درایو دی، قسمی که در ویدیو قبلی شما مشاهده کردید. دوست عزیز، ما در قسمت ساختن شیپ فایل یک فولدر ساختیم به نام پروژیکت 3. این رو باز میکنیم از قسمت ببینید، اما سه تا پدیده ای که ما در قسمت شیپ فایل بر شما دوست عزیز ساختیم در این قسمت موجود است. اما امروز بحث ما با شیپ فایل خیلی زیاد متفاوت است. پس میم بالای انمی پروژیکت 3 خود رایت کلیک میکنیم، میم در قسمت نیو. شما ببینید دوست عزیز که در این قسمت یکی ما داریم فایل جیو دیتابیس و همچنان داریم پرسونال جیو دیتابیس. و فایل جیو دیتابیس و پرسونال جیو دیتابیس خیلی زیاد تفاوت می داشته باشه که ما براتون میگم. دوست عزیز، فایل جیو دیتابیس که هست یک ذخیره گاهی از اطلاعات می باشه که شما می تونید اطلاعات خود از 1 MB گرفته تا 1000 GB در این قسمت ذخیره بکنید. از 1 MB تا 100 MB، 100 GB، 500 GB و تا 1000 GB را می تونید در این قسمت ذخیره بکنید. البته دوست عزیز، اطلاعات را که شما در قسمت پرسونال جیو دیتابیس و همچنان فایل جیو دیتابیس ذخیره میکنید، اطلاعات ویکتوری می باشد. اصلا شما نمیتونید که اطلاعات رستری را در این قسمت سیو بکنید و مورد استفاده قرار بدین که بعدا در مورد اطلاعات رستری و اطلاعات ویکتوری مفصل صحبت خواهد کردیم. پرسونال جیو دیتابیس که هست، شما اطلاعات یا یک دیتابیس شخصی می باشد که شما میتونید از 1 MB تا 2 GB اطلاعات در این قسمت ذخیره بکنید. البته اگر شما در بست های کاری GIS امتحان بتین به خاطر اشغال وظیفه، این سوالات حتمی است که از شما پرسیده میشه که مثلا در قسمت فایل جیو دیتابیس چند MB دیتا را ذخیره کرده میتونیم، یا که در قسمت پرسونال جیو دیتابیس چند GB یا چند MB اطلاعات خود ذخیره کرده میتونیم و از کدام نوعش ذخیره میکنیم که عبارت از رستر دیتا میباشه یا وکتر دیتا میباشه. که شما میگین رستر دیتا رو در قسمت دیتابیس ما هرگز ذخیره کرده نمیتونیم و فایل ها و یا دیتای وکتوری را همیشه وقت ذخیره کرده میتونیم. پس ما میایم دوست عزیز بالای پرسونال جیو دیتابیس کلیک میکنم. شما ببینید که در این قسمت نیو پرسونال جیو دیتابیس ساخته شد. یکی از تفاوت هایی که بین فایل جیو دیتابیس و پرسونال جیو دیتابیس موجود می باشد این است که پرسونال جیو دیتابیس همیشه پسوند MDB می گیرد. در این قسمت شما ببینید که پسوند از MDB می باشد و در فایل جیو دیتابیس پسوندش GDB می باشد، که پسوند های GDB مربوط فایل جیو دیتابیس می شود و پسوند های MDB مربوط پرسونال جیو دیتابیس میشه. این میایم از قسمت یک نیم میتیم برش تست نام میتیم، ببینید انتر میکنیم که تست MDB میباشه. بعدا میایم بالا از این رایت کلیک میکنیم، میایم در قسمت نیو. حال شما ببینید ما دیگر در این قسمت فایل جیو دیتابیس و همچنان پرسونال جیو دیتابیس نداریم، چون ما صرف یک تا دیتابیس ساخته میتونیم که دیگه بر ما اجازه ساختن دیتابیس نمیتونه. این قسمت میتونیم فیوچر دیتا ست بسازیم و همچنین میتونیم فیوچر کلاس بسازیم، که قبلا ما در تعریف خود دیتابیس براتون گفتم دوست عزیز که دیتابیس عبارت از مجموعه فیوچر دیتا ست ها میباشه که ما یک تا دیتابیس در این قسمت میسازیم، بعدا چیزایی که داخل از اون میسازیم اونمو ابزار پروژه خود که میسازیم عبارت از فیوچر دیتا ست ها میباشه. پس میایم بالا از کلیک میکنیم، در این قسمت شما ببینید که نیم میتیم برش، مثلا ما یک نیم میتیم برش، نیم خودم میتون برش مرزا،
از قسمت نکست میگیم. صفحه وقتی میم دوست عزیز ببینید ما دو تا پروژکشن می داشته باشیم در این قسمت، یکی جیوگرافیک کوردینات سیستم و همچنان پروژکت کوردین سیستم می باشه که از جیوگرافیک کوردین سیستم در قسمت ساختن شیپ فایل ما استفاده کردیم و امروز میم از پروژکتد کوردین سیستم استفاده میکنیم. و روش کار در جی آی اس اینمی است که ما هر پدیده ای که می سازیم دو کوردین سیستم باید معرفی بکنیم، چرا که کار در جی آی اس بر اساس کوردین سیستم پیش میره. پس ما میم بالای پروژکت کوردین سیستم کلیک میکنیم و از طرف پایین میم بالای یو تی ام کلیک میکنیم. دوستو عزیز یو تی ام یک بحث خیلی کلان است که مخفف آرچیان تراکینگ مدل می باشه که معنای خیلی زیادی داره و همچنان یک نوع نقشه را میشه که توسط یو تی ام یا آرچیان تراکینگ مدل ما نقشه برداری بکنیم. و این نقشه ای که شما در روی صفحه میبینین عبارت از یک نوع از نقشه UTM میباشه. پس میریم دوست از UTM خود باز میکنیم. از قسمت UTM میاییم بالای VGS 1984 یا World Geographic Survey 1984 و از قسمت یکی North Hemisphere داریم و دیگه Southern Hemisphere داریم. میاییم بالای North Hemisphere کلیک میکنیم. در این قسمت ببینین مختلف زون ها موجود می باشه که شما می توانین از یک زون استفاده بکنین. مثلا در منطقه ای که شما کار می کنین، پروژه شما هست، زون اونم منطقه را شما مشخص می کنین. من می از قسمت زون 42 انتخاب می کنم. ببینین من چرا زون 42 انتخاب می کنم؟ چرا که کار پروژه ما در افغانستان است و افغانستان در نیمکره شمالی موقع داره. به همه خاطر ما نارسینگ هموسفیر انتخاب کردیم و از قسمت زون 42 انتخاب میکنیم، چرا که مرکز افغانستان که برس کابل میباشه در زون 42 موقع داره. تمام ادعاات که من سرش کار میکنم به خاطر تمرین و به خاطر درس مربوط کابل میشه و کابل هم در زون 42 قرار داره. به همه دلیل من از قسمت 42 انتخاب میکنم. و اگر پروژه شما فرض میکنیم که در قسمت جنوب افغانستان هست، ولایت قندهار است، هلمند است، میشه شما زون 41 انتخاب بکنین. و اگر شما در شمالی ترین نقطه افغانستان پروژه کار میکنین که مثلا مربوط ولایت بدخشان شوه که از جمله ولسوالی واخان بدخشان دقیقا در زون 43 قرار گرفته، بعض شما میان زون 43 انتخاب میکنین. فعلا وسایل تمرین ما مربوط کابل میشه، پس ما از قسمت میم زون 42 انتخاب میکنیم. بعدن میم از قسمت نکس میگیم، از قسمت نکس میگیم و همچنان متر واحدش متر است و همچنان زی تولرنس است و ام تولرنس یا را شما کار نمیگین. از قسمت میگین فینیش. شما ببینید که یک تا فیوچر دیتا سیت در داخل دیتابیس ما ساخته شد. حالا میم بالای دیتابیس خود رایت کلیک میکنیم، ببینید میم بالای نیو. حالا ببینیم که دیگه فیوچر دیتا سیت هم نداریم، صرف فیوچر کلاس داریم که حالا میشه فیوچر کلاس های خود ایجاد بکنیم. پس این رو کلیک میکنیم. در این قسمت یک نام میتیم، مثلا میخواییم که یک روت ترسیم بکنیم. یک روت از این قسمت میم نوعیتش مشخص میکنیم که روت با چی چیز میخواییم ما ترسیم بکنیم که طبیعتا با لاین ترسیم میشه. این رو انتخاب میکنیم. از قسمت ال است دوستو عزیز یک نام مستعار برش میتیم. میام از قسمت میگم نه. این صفحه که شما میبینید نیو فیوچر کلاس دوستو عزیز خیلی مهم میباشه در جی آی اس که مربوط اطلاعات توصیفی در جی آی اس میشه که شما یک پروژه رو کار میکنین، پروژه شما را 90% صحتش مربوط اطلاعات توصیفی شما در جی آی اس میشه که از قسمت ببینید یکی ابجکتیو هست و دیگه شیپ است که ای اتومات خودش بای دیفالت میگیره. البته میشه مثلا شما سرگیر که کار میکنین در این قسمت یک نیم بیتیم برش، یک نیم میتیم و در این قسمت بیاین ببینین که کلیک میکنیم در قسمت دیتا تایپ و نیم همیشه وقت باید تکس میگیریم و میایم مثلا یک آیدی برش میتیم. آیدی در این قسمت بیاییم آیدی رو ما باید چی بگیریم دوست عزیز؟ یکی داریم در این قسمت شورت انتیجر داریم یا که لانگ انتیجر داریم. میایم از قسمت شورت انتیجر رو انتخاب میکنیم. شورت انتیجر یعنی آیدی ما به شکل کوتاه میباشه.
اگر نمبر تماس یا از این قبل چیزا باشه باز لانگ انتیجر انتخاب کردم میتونیم. فعلا میگیم شورت انتیجر. ببینین نیم وقتی ما تکس میگیریم و همچنون آی دی را شورت انتیجر میگیریم چرا آی دی نمیتیم برش؟ این بحثی است که ما در پروژه مورد تحلیل قرار خواد دادیم، مورد بحث قرار خواد دادیم که ما چندین پروژکت سرگ کار میکنیم. مثلا در صفحه خود 8 تا 9 تا 20 تا لاین ترسیم میکنیم، او خودش به امو ترتیب خودش میگیم آیدی بگیره که به ترتیب آیدی 1 2 3 به امی ترتیب خودش آیدی بگیره و اطلاعات دیگر هم شما میتونید در قسمت درج بکنید. مثلا در ولایتی که شما سرک کار میکنید میتونید نفوسش درج بکنید که برای پاپولیشنش میباشه، مثلا بعضی چیزهای دیگر که شما میتونید درج بکنید. پس این رو میگیم فینیش و شما مشاهده میکنید دوست عزیز که در این قسمت رود ما ایجاد شد و در قسمت لیر یا تیبل آف کانتین هم لیر ما به این شکل قابل مشاهده میباشه. میایم بالای فیوچر دیتا سیت خود کلیک میکنیم، رایت کلیک، میایم بالای فیوچر کلاس و این بار میایم ما یک پوینت میسازیم. پوینت و پوینت خود هم از قسمت تایپ میایم انتخابش میکنیم که برز پوینت فیوچرز میباشه و نام مستعار. اگر خواستین بیتین، نخواستین هم مشکل نمی باشه. میایم کلیک میکنیم و در قسمت اطلاعات توصیفی بازم برش نیم و از این قسمت میایم تکس انتخاب و همچنین میایم در قسمت آیدی. آیدی شا شورت انتیجر میگیریم برای فعلا و از این قسمت میگیم فینیش و ببینیم که پوینت ما هم ایجاد شد. میایم دوباره بالای فیوچر دیتا سیت خود رایت کلیک میکنیم، میایم قسمت نیو، میایم بالای فیوچر کلاس خود. از این قسمت ما مثلا یک پارسل ترسیم میکنیم. ببین که پارسل نوعیتش پولیگان میگیریم، البته چرا که ای یک مساحت میداشته باشه و الیاس نام مستعار یا اونمون نمیکنه قسمت الیاس میاد. بعد در قسمت اطلاعات توصیفی و شما دوستای عزیز تشریح خواهد کردیم. پس من میگم نیکس و ایره هم اطلاعات توصیفی که مهمترین بخشی یک فیوچر کلاس می باشه. شما میایم در قسمت نمیشه درج میکنیم و میایم تکس خود انتخاب و میایم آیدی و همچنان میایم در از قسمت شورت انتیجر انتخاب و میگیم فینیش. شما ببینید که 3 تا پدیده یا 3 تا فیوچر ما در این قسمت ایجاد شد و در این قسمت هم شما ای را دیده میتونید در قسمت تست که برتر دیتابیس ما می باشه. پس ما میایم در این قسمت آر کتالوگ خود کلوز میکنم و در این قسمت بین شما بین دوست عزیز که عبارت از پوینت می باشه، روت می باشه که نوعیتش لاین است، پارسل می باشه که نوعیتش یک مستطیل می باشه یا یک مساحت می باشه. بالای پوینت رایت کلیک میکنیم، میایم بالای اوپن اتریبیوت تیبلش باز میکنیم. ببینیم که در این قسمت یا در قسمت اطلاعات توصیفی پروژکتی که ما تحت کار قرار دادیم یکی آبجکت و شپ خودش می باشه که بای دیفالت خودش می گیرن، اما ما در این قسمت چیزی رو که اضافه کردیم برازی یکی نیم بود و یکی آیدی بود که اضافه کردیم، اما این برای تناب برای پوینت می باشه که اطلاعات توصیفیش صرف 2 تا مشخصه که ما برازی ایجاد کردیم. اما میایم بالای روت رایت کلیک میکنیم، میایم اوپن اتریبیوت تیبل کلیک میکنیم. در بالای لاین وقتی میایم اطلاعات توصیفی لاین خود میخواین ببینین، بر علاوه ای که آبجکت و همچنان شیپ که بای دیفالت خود فیوچر کلاس ما گرفته و نام و آیدی رو که ما برش دادیم یک شیپ لنس هم میداشته باشه که این ما برش ندادیم، چرا که روت همیشه یک طول هم میداشته باشه که به این ترتیب میشه که یک شبلینز هم بگیریم. میایم بالای پارسل کلیک میکنیم، رایت کلیک، میایم اوپن اتریبیوت تیبلش کلیک میکنیم. در این قسمت ببینید دوست عزیز بر علاوه که پارسل ما یک آبجکت داره، یک شیپ داره، نیم که بای دیفولت خود از گرفته بود، اما نیم و آیدی رو که ما برش دادیم شبلینز هم داره و یک شیپ ایریا هم داره، چرا که پارسل ما اطلاعات توصیفی پارسل ما دارای اینقدر مشخصات می باشه که دارای طول و مساحت هم می باشه. و موارد استفاده از فیوچر دیتا سیت های خود در ویدیوی بعدی برتان نشر خواهد کردیم. ویدیوهای ما رو لایک بکنید دوستان عزیزم، روی دوستایتان شریک بسازید.